دوستان گرامی با قسمت دیگه از مستندهای عجیب و غریب در خدمتون هستم جایی که ما سعی میکنیم فیلم هایی رو مطرح کنیم و ازش حرف بزنیم که احتمالا از چشم مخاطب پنهان میمونه کمتر بهش پرداخته میشه و موضوعات و مضمون هایی داره که به اندازه یک کتاب ارزش دیده شدن و ارزش طرح شدن و شنیدن داره یکی از این موضوعاتی که ما به صورت پیگیر دنبالش هستیم در مدرسه زندگی فارسی و قبلا هم در بخشای مختلف بهش پرداختیم مسئله مطالعات میان رشتهیه. interdisciplinary studies جایی که دو تا از شاخه های علم یا هنر و علم یا صنعت و علم با هم دیگه ترکیب میشن تلفیق میشن و ما از همامیزی اینا میتونیم چیز یاد بگیریم و محل برخورد و قطع این شاخه های علوم معمولا باعث میشن که ما یک دیدگاه تازه پیدا بکنیم به خلاقیت برسیم و اون حس خوب یوریکا حس یافتم یافتم برای ما ایجاد بشه فیلمی که برای این قسمت انتخاب کردم محصول سال 2020 به نام Built Beautiful بنا کردن به زیبایی یا ساخته شده به زیبایی An Architecture and Neuroscience Love Story یک داستان عاشقانه درباره معماری و علوم اعصاب ساینس. کارگردان این فیلم خانمی هستش به نام ماریل رودریگز مکگیل دوستانی که چند سال ما رو دنبال میکنن میدونن که ما یک کلیپی داشتیم در سالهای گذشته از مدرسه زندگی آلند باتن درباره اینکه چه شهرهای زیبان و چه چیزی یک شهر رو زیبا میکنه یک کلیپ حدود ده دوازده دقیقه ای بود و چیزی رو که مطرح میکرد این بود که زیبایی یک اصولی داره یک اسلوبی داره و اینطوری نیستش که کاملا سلیقه باشه حالا این فیلم به صورت مستند با دلایل و شواهد علمی مطالبی مطرح میکنه که اون موضوع رو بیشتر باز میکنه و تا حدود زیادی به نظر میاد در تایید اون هستش اگر که فکر بکنیم به هنرهای مختلف یکی از چیزهایی که اثرش بر مغز خیلی مطالعه شده و نوروساینسش زیاد مطالعه شده مسئله موسیقیه و موسیقی درمانی کتابی هستش از نورولوژیست معروف آلیور ساکس به نام میوزیکوفیلیا یا عشق اسفات عشق موسیقی که به طور مشخص به همین داستان اثر موسیقی بر مغز میپردازه دست بر تهیه کننده این فیلم خواننده اپراست که در مطالعاتی که برای بررسی اثر موسیقی بر مغز طراحی شده شرکت کرده به عنوان سابجکت به عنوان سوژه مطالعاتی که موسیقی پخش میکنن و افراد رو در دستگاه امارای میذارن و ازشون تصاویری با پروتکل های fMRI، امارای فانکشنال امارای تهیه میکنن و تهیه کننده وقتی که در این مطالعات شرکت میکرده و در اون تیوب دستگاه امارای بوده یک دفعه به خودش گفته که موسیقی به کنار صدای من به کنار یکی از المانهای مهم اوپرا و اون موسیقی که ایشون بهش می پرداخته مسئله سالن اوپراست. و ناگهان به این فکر افتاده که ما از اثر اون سالن اوپرا بر شرکت کنندگان چی میدونیم و رفته دنبال این که با معماران مشهور و دانشمندان مشهور علوم اعصاب مصاحبه بکنه و ببینه که در این رابطه چی دستشو میگیره یکی از ایده هایی که تو این فیلم مطرح میشه اینه که مغز ما ماشین تشخیص الگوهاست و وقتی که این ورودی های حسی در هارمونی باشن یک واکنش عاطفی هیجانی ایجاد میکنن وقتی که الگوها در هارمونی های از قبل تنی شده مغز نباشن واکنش های به وجود میارن من یاد این شعر سهراب سپری انداخت که شهر پیدا بود رویش هندسی سیمان آهن سنگ در کتاب راز داوینچی یه اشاره میشه به اون هرم شیشه‌ای و فلزی که درست جلوی موزه لوور به سبک مدرن ساخته شده و در اون فیلم میگه که این یک زخم است بر صورت پاریس یعنی دقیقا واکنش عاطفی که ایجاد میکنه یه واکنش ناخوشاینده و این اتفاقی نیست باز در راستای همون مسئله مطالعه اثر موسیقی بر مغز ما اینو میدونیم و از نظر علمی ثابت شده که خارج نواختن یا خارج خوندن یک احساس گمگشتگی گمشدگی یا مورد حمله یا مورد توهین واقع شدن ایجاد میکنه احساسی که میشه ازش تعبیر کرد به دیسپلیسمنت همون گمگشتگی یا بیرون افتادن جدا افتادن پس این فیلم بر مبنای این تفکر ساخته شده که زیبایی یا درک زیبایی کاملا سلیقه‌ای نیست این حرف که زیبایی باید در نگاه تو باشد Beauty is in the eyes of the beholder این خیلی حرف درستی نمیتونه باشه اما اینکه ما چقدر میدونیم از نظر علمی شواهد داریم که این حرف درسته یا نه بستگی به موضوعی داره که بررسی کردیم مثلا در مورد چهره ها به شدت این موضوع مطالعه شده و دیدن که تا حدود زیادی مردم دنیا توافق دارن که چه چهره هایی زیباست مثلا یکی از راههایی که این مطالعه شده تعداد زیادی چهره رتبه بندی شده به بزرگ دادند دادن که به نظرتون کدوما زیبا ترن. چهره های زیبا و نازیبا رو به دو دسته تقسیم کردن و بعد دیدن که نوزادان و بچه که هنوز مورد آموزش و تعلیم و تربیت قرار نگرفتن به چهره هایی که آدم بزرگا زیبا میدونن بیشتر نگاه میکنن به طرز معنیداری از نظر آماری این دوتا با همدیگه اختلاف داره. و خب تئوری های روانشناسی تکاملی زیادی برای این موضوع وجود داره مثلا یکی از معیارهای زیبایی قرینگیه قرینگی یک پراکسی یا یک نماد و نشانه تلقی میشه از سلامت جسمی یا مثلا قرمزی لبها یعنی اینکه که آنمی یا کمخونی وجود نداره در انبیه چشم یک مرز باری که تیره وجود داره که این در جوانها بیشتر دیده میشه و هرچی سن بالاتر میره این محو میشه بنابراین میشه تا حدودی از انبی چشم فهمید که سن فرد چقدره و این میتونه مشخص بکنه که این فرد بارور سالم یا نه همینطور مثلا زرد شدن رنگ سلبیه سفیدی چشم میتونه نشونه بعضی بیماری ها باشه بنابراین از نظر منطق روانشناسی تکاملی ما میدونیم که چرا بعضی چهره ها زیباترن یا حداقل حدسای مهمی در موردش میتونیم بزنیم و از نظر نورساینس اینا رو بررسی کنیم در مورد مناظر طبیعی هم تا حدود زیادی ما با همدیگه وفاق داریم در اینکه چه چیزی زیباست مثلا دیدن منظره درختان سرسبزی آب رنگهای طیف سبز و آبی برای انسان آرامش بخش اما در مورد آثار هنری به نظر میاد خیلی با همدیگه اختلاف داریم وقتی که این فیلم با نوروساینتیست های مختلف صحبت میکنه میگه که به نظر میاد معماری یه چیزی بین چهره و آثار هنریه یعنی اون قدری که آثار هنری درش اختلاف وجود داره اختلاف سلیقه وجود داره اونجوری نیست و اون قدرم که در مورد زیبایی به نظر میاد آدمای دنیا تا حدود زیادی با هم دیگه سلیقه مشترک دارن اونجوری هم نیست یه طیف و معماری در میانه این طیف قرار میگیره اگه از نظر روانشناسی تکاملی بخوایم بهش فکر بکنیم تکامل بشر قطعا پیش از ساخت و هنر معماری بوده. بنابراین اون کودهایی که در ژنوم انسانی درد شده برای تشخیص یک چهره زیبا به عنوان نمادی از سلامتی قطعا در مورد بناها نمیتونه وجود داشته باشه. مغز انسان انتظار دیدن ساختمون به صورت طبیعی و در طبیعت نداره. اما از الگوهای خوشش میاد که با طبیعت همراه باشه، هماهنگ باشه و از اونا تقلید و تبعیت بکنه. مثلا یکی از ایده‌ای که مطرح شده اینه که اجداد بشر در ساوانای آفریقا دشت‌ها و تپه‌های سرسبزی رو میدیده که به صورت رگه رگه یا پچی درختانی وجود داشتن، یک دریاچه یا یک نهری وجود داشته و فضا اونقدر باز بوده چشمانداز اونقدر باز بوده که انسان میتونسته دشمنانشو یا تهدیدهای طبیعی مثل مثلا گربه سانان وحشی رو شناسایی بکنه در این منظره بنابراین انسان دوست داره مثلا کوه ای رو ببینه که خونه هاش رو در سنگ اونجا ساخته و وقتی از اون منظره نگاه میکنه بتونه یه دشتی رو زیر پاش ببینه منابع آب رو بتونه ببینه تعدادی درخت ببینه همه اینا بهش احساس آشنایی و امنیت میده و این کجا مثلا تقلید میشه در اون خونه های سنتی که ما در ایران هم داشتیم که اتاق های همه دور تا دور یک فضای وسط هستش که اون فضای حوزی داره تعدادی گلدون و درخت و فضای سبز درش وجود داره مجموعه از احساس دسترسی و احساس امنیت ایجاد میکنه و به طور کلی وقتی که پرسشنامه های زیادی رو بررسی کردن دیدن که ما در بناها چند تا چیز هستش که حالمون خوب میکنه و خوشمون میاد یکیش احساس امنیته که خیلی خوب از نظر تکاملی مهمه یکیش احساس قنا و نوریشمنت یعنی روح ما رو باید سیراب بکنه یکی دیگه مناظر طبیعی هستن که به ما حس خضوع خشوع و درک هیبت تو هم با احترام میدن حسی که به قول ادموند برک فیلسوف ما در مقابل امر والا پیدا میکنیم سابلایم به این حس میگن sense of awe a -W -E. یعنی حس خضوع و خشوعی که انسان در مقابل یک امر برتر پیدا میکنه حسی آمیخته از ترس و احترام احترامی که به صورت خودخواسته و به صورت دافتلبان است نه به زور و نه به اجبار و یه حس دیگه که در بناها ما دوستش داریم حس هومینس هست یعنی دوست داریم حس کنیم که در خونه هستیم احساس کنیم که در جای آشنایی هستیم وقتی مطالعه کردند پاسخ انسان رو به بناها دیدن که ما بناهایی داریم که سیستم سمپاتیک رو تحریک میکنن یعنی ضربان قلب رو تند میکنن ریت تنفس رو تند میکنن عروق سطحی پوست منقبض میشن احتمالا ممکنه باعث تحریک بشن و علائم کلی سمپاتیک و در مقابل بناهایی داریم که سیستم پاراسمپاتیک رو تحریک میکنه و اینا اهداف مختلفی دارند. مثلا میگه که اگه شما میخواید استادیوم بسازید بهتر استادیوم جوری طراحی بشه که حس سمپاتیک تحریک بشه مثلا یکی از کاراش اینه که اگه دیده باشید استادیوم ها جوری طراحی شدن که توجه همه رو مثل لیزر فکوس بکنن به اون چیزی که اون پایین و اون وسط هستش در اون سالان کالاسیوم در ایتالیا که گلادیاتورها میجنگیدن دقیقا قرار این حس ایجاد بشه ساختمون طوری طراحی شده که اتفاقا احساس امنیت بهت نمیده بلکه احساس برانگیختگی و هیجان ایجاد میکنه ما بناهایی داریم که همون سنس of آ ایجاد میکنن و به سکوت دعوت میکنن و بناهایی داریم که به مکالمه و بحث دعوت میکنن به نظر میاد در انسان حسی وجود داره ورای هم نوع دوستی که بهش میگن فیلانثروپی، انسان دوستی و این اسمش گذاشتن بایوفیلیا یعنی علاقه به موجودات زنده گونه های دیگه ورای هم نوعان خودت و ما ساختمون های رو دوست داریم که بتونیم تصور کنیم که موجودات زنده دیگه هم میتونن درش وجود داشته باشن از سال 1980 مطالعاتی انجام شد که نشون داد اگه توی بیمارستان دو دسته اتاق داشته باشیم اتاقایی که ویوی دارن به سمت گل و سبزه و طبیعت و اتاقهایی که پنجرهشون باز میشه به ساختمون مقابل یک دیوار آجری مثلا دیدن که به صورت معنیداری مریضایی که در اتاقهای رو به طبیعت بستری شدن زودتر مرخص میشن بعد از عمل جراحی و عوارز کمتری دارن و بر این مبنا ایده مطرح شده به نام Evidence Based Design یعنی اگه بخوایم مطالعه بکنیم طراحی یا هنر معماری مبتنی بر شواهد که فلسفه بنیادینش اینه که زیبایی سابجکتیو نیستش. زیبایی یه چیز سلیغه ای نیست. و انسان ها در حجم نمونه بالا وقتی که مطالعات آماری انجام بشه متوجه میشیم که چیزهای خاص رو زیبا میبینن. و این ایده از طب مبتنی بر شواهد اومده. Evidence Based Medicine که با مطالعات آماری مستحکم میشه. که البته در سالهای جدید اون قسمت از طب مبتنی بر شواهد که تاکیدش روی انواع و اقسام داروها هستش انتقادای زیادی بهش شده از این جهت که میگن که اسپانسر این مطالعات خیلی ها شرکت دارویی هستن و اینو من میخوام بذارم توی پرانتز یادمون باشه که اوییدنس بیس مدیسین ایده خیلی خوبیه ولی از اونجایی که درگیر شده با منافع بازار یه خورده تو این سالهای اخیر زیر سوال رفته شاید بعدا یه روزی در موردش بیشتر صحبت کردیم نقد هایی که به طب مبتنی بر شواهد شده اما ببینیم که این اویدنس بیس دیزاین طراحی مبتنی بر شواهد چه مثاله ازش وجود داره یکیش خیلی جالبه ببینید یه بیماری داریم ما بهش میگن انورکسیا نروزا شاید شنیده باشید افرادی که به طرز مرضی باور دارن که اضافه وزن دارن چاقن و غذا نمیخورن و در حد گرسنگی و اختلال لاغری بسیار شدید پیش میرن و این باور رو نمیتونن کنار بذارن و هر قدم که اینا رو وزن کنی یا شواهد نشونشون بده که شما اتفاقا وزن از حد طبیعی به شدت کمتره باورشون نمیشه یا برعکسش بیماری بولیمیا کسایی که ممکنه به صورت نوسانی یا سیکلیک سینوسی موقعهایی پرخوری های وحشتناک بکنن و بعد به صورت وسواسی بخوان رژیم بگیرن کسایی که این گونه اختلالات اشتها دارن یه یافته خیلی جالب در موردشون دیده شده و اونم اینه که اینا ارزیابی درستی از حجم و اندازه های بدنشون ندارن و یه نکته دیگه اون اینکه این افراد انگار ارزیابی خوبی از فاصله اشیا و تناسبات و اندازه های جهان بیرون هم ندارن خب حالا این چه ربطی پیدا میکنه به طراحی مبتنی بر شواهد دیدن که در مرکز مشاوره که به اختلالات اشتها رسیدگی میکنه اگر فاصله میز و صندلی فاصله مشاور با مراجع دو برابر بشه این افراد احساس راحتی بیشتری میکنن عرصه بهشون کمتر تنگ میشه و مداخلات درمانی روانشناختی انگار بیشتر اثر میکنه به نظرم حیرت انگیزه یعنی بعد بهش فکر کرد انگار یه در دیگه‌ای به سمت های روانشناختی اینجوری باز میشه بنابراین فیلم با شواهد مختلف اینی در مطرح میکنه که انگار زیبایی فقط در نگاه ما نیست و اون وقت اگه فکر بکنیم میبینیم که خیلی از چیزهایی که در قرن بیستم به عنوان مدرنیسم و پست مدرنیسم طراحی شد گویا خودشیفتگی هنری بعضی افراد بود که با همه سابقه تکاملی و سابقه روانشناختی انسان در تضاد ممکن ما مشکلی نداشته باشیم که یه نفر موسیقی بنویسه که با سلیقه ما نمیخونه ما میتونیم اون موسیقی رو گوش ندیم ما مشکلی با این نداریم که یه نفر نقاشی بکشه در سبکی که ما اصلا نمیپسندیم چون میتونیم نگاش نکنیم ولی وقتی یک ساختمون بزرگ در یک شهر دهه ها میمونه و کاملا در تضاد با رگ و بیولوژیک انسان این ساختمون داره خودشو به افراد جامعه تحمیل میکنه به شهروندا تحمیل میکنه و جدا از اینکه این ساختمون ها هزینه بسیار زیادی دارن برای ساخت شاید ما به راحتی اجازه نداشته باشیم که این ساختمون رو بذاریم روی شونه مردمان یک شهر یه مطالعه جالبی که انجام شده در مورد چهره ها دیدن که چهره که ابتداعا به نظر شما زیبا نیست مدت تماس یعنی آشنایی و رفع تهدید باعث میشه که شما به اون چهره عادت کنید و بیشتر دوستش داشته باشید شاید خودتون هم تجربه کرده باشین که مثلا آدمایی که دوستای صمیمی تونن سالها میشناسید و چهره دارن که از نظر کلی جمعیت بیسلاین زیبا نیستن اصلا اون نازیباییشون به چشم شما نمیاد و یه دفعه مثلا وقتی یه نفر میگه چقدر فلانی زشته شما بهتون بر میخوره و جا میخورید و ناراحت میشید و این احساس خودتون اصلا ندارید اما ببینیم در مورد بناها چجوریه ما میتونیم به یه بنای عادت بکنیم بنایی که زیبا نیست از نظر عموم افراد دیدن که هرچی زمان میگذره دو گروه به وجود میان و انگار اون جمعیت مورد مطالعه قطبی میشه از هم جدا میشن یکی دیدن اتفاقا انسان ها وقتی بنایی رو از اول دوست ندارن هر چی تماس بیشتری باش پیدا میکنن بیشتر و بیشتر میره رو اعصابشون و بیشتر متنفر میشن عموم افراد یا قسمت بیشتر افراد این شکلی هم. اما یک گروه کوچکتر هم هستن که با تماس بیشتر به اون بنا اتفاقا علاقه میشن فکر میکنید اینا کیان جالبه این گروه دوم فقط و فقط دانشجوهای رشته معماری هن. یعنی هر چه دانشجویی بیشتر در رشته معماری جلو میره به نظر میاد که فاصله سلیقش از سلیقه عموم بیشتر و بیشتر میشه و این نکته شاید نکته خیلی خوبی نباشه مثلا در این فیلم یه نمونه نشون میده موزه هنرهای دنور یه ساختمان عجیبیه انگار اشکال هندسی هن مثل هرم و مثلث و مکعب که با زوایای عجیب و غریبی روی زمین قرار گرفته انگار یه هرمی که میخواسته بیفته ولی کامل نیفتاده و روی پهلوش قرار گرفته ولی با زمین تماس پیدا نکرد یا مکعبی که کج روی زمین قرار گرفته میگه که دیدن مردم وقتی وارد این ساختمون میشن این موزه هنرها میشن سرگیجه و تهوع میگیرن و دلیلش هم اینه که زاویه های این دیوارها به شما میگن شما صاف وای نستادی انگار همش میخوای بیفتی و انگار که زمین کجه در که اون کانال های نیم دایره گوش داخلی که وظیفه برقراری تعادل رو به عهده دارن بهش میگن وستیبیول در گوش داخلی اونا به شما میگن شما صاف وایسادی و وقتی که اشیاء بیرون و گزارش درونی مغز شما با همدیگه نمیخونن نمیخونن هماهنگن، شما حالت تهوع پیدا میکنید بر این اساس این فکر به ذهن خیلی‌ها رسیده که میشه این evidence based design رو خیلی خیلی علمی مطالعه کرد مثلا میشه با augmented reality واقعیت افزوده با اون های مخصوص ما یک دیزاین معماری رو برای افراد قبل از اینکه ساختمونی رو بسازیم اجرا بکنیم و بعد همه پارامترهای بیولوژیک و فیزیولوژیک اینا رو ثبت بکنیم مثلا مچبندایی است که به افراد میدن که میزان تحریک پوستی رو بر اساس هدایت پذیری الکتریکی پوست تعیین میکنه شما میفهمید که این فرد آیا عرق کرده یا نه قبل از اینکه اصلا خودش بفهمی که رطوبت پوستش بیشتر شده همزمان ضربان قلب فشار خون ریت تنفس همه فاکتورها رو ثبت میکنیم و اون ساختمون رو برای این فرد اجرا میکنیم فرد میره تو این ساختمون میچرخه به صورت واقعیت افسوده و عینک ها میتونن ردیاب های مسیر نگاه داشته باشن یکی از تکنولوژی جالبی که سازه های دیداری رو میشه باش بررسی کرد حتی مثلا تو فیلم ها اینه که یه گروه در یه سینمای کوچیک میشونیم و با این عینک های ردیاب آی ترکینگ میکنیم اصطلاحا یعنی مسیر نگاهشون ببینیم که در هر فریم فیلم اینا دارن به کجای صحنه به کجای قاب فیلم نگاه میکنن مثلا به چهره آدما نگاه میکنن به اون ساختمان پشت سر نگاه میکنن و اینجوری ما دقیقا میتونیم بفهمیم که چه ساختمونی برای افراد چه از نظر فیزیولوژیک جذابه مثلا فرض کنید سیستم پاراسمپاتیکشون رو تحریک میکنه و کجاها هستش که نگاه اینا میره چون ما برامون مهمه که مثلا توی ساختمون پیدا کردن اتاقها یا پیدا کردن سالنها راحت باشه بعد ببینیم که افراد نگاهشون به کدوم سمت میره و اینطوری میتونیم مکانیابی بکنیم برای امکانات یا فسیلیتی های مختلفی که تو اون ساختمون قرار تعبیه بشه. بازی قانونی هستش در سینما و در عکاسی که خیلی ها میشناسنش. بهش میگن قانون قانون سگانه rule of thirds یا یک سوم ها. شما اگه در یک منظره ای در یک عکسی دو تا خط موازی افقی ترسیم بکنی و دو تا خط موازی عمودی تصویر شما به نه تا مربع تقسیم میشه. سه تا مربع بالا، سه تا مربع وسط و سه تا مربع پایین. و تو عکاسی و هنر سینما در شات دیزاین طراحی اون چیزی که توی فریم قرار میگیره دیدن که شما اگه اون شعی رو که میخوای توجه بهش بره بذاری در محل برخورد این یک سوم ها مثلا یک سوم میانی سمت چپ یا سمت راست بهتر میتونی توجه بهش جلب کنی و احساس بهتری به افراد دست میده و یه جوری حس میکنن که این درسته این تناسباتش درسته تئوری هایی که وجود داره برای این که چرا انسان از این خوشش میاد یکیش اینه که شاید همون تداعیگر صورت انسان و قرینگی انسان باشه اگه به خاطر بیارید صورت انسان گویا که یه خطی اگه رسم کنید به صورت افقی از ابروها گذر بکنه و یه خطی رسم بکنید به صورت افقی که از دهان گذر بکنه بینی میفته توی اون مربع وسط توی اون یک نهم وسط و هر کدوم از چشم ها یا ابروها میفتن تو محل تقاطع اون مربع های بالا به نظر میاد که ما وقتی همچین تصویری رو میبینیم حالت آشنایی برامون داره و کلیک میکنه حس میکنیم که این درسته جور در میاد و میخوایم در طبیعت همین تقلید بشه اگه نگاه بکنید مثلا ماشین هایی که انسان طراحی میکنه اون چراغای جلوش انگار که چشم داره در صورتی که واقعا دلیل خاصی نداره که ما حتما یه چراغ سمت چپ بذاریم یه چراغ سمت راست یا اون خونه هایی که همیشه تو بچگی نقاشی میکردیم که شیروونی بودن همیشه دو تا پنجره داره اون بالا و یه در داره اون وسط و پایین که انگار یه چهره است یه قیافه است و این یه منطق و حکم طبیعی داره یا یه ایده جالب دیگه ایده فرکتال ها هستن در طبیعت فرکتال ها در طبیعت و ریاضی به یک طرح تکراری میگن که هرچی بیشتر میرید توی برهش و جزئیاتش رو زوم این میکنید بیشتر بررسی میکنید در مقیاس های کوچیکتر و کوچیکتر هم همون طرح با همون قانون ادامه پیدا میکنه و تکرار میشه. یکی از نمونه های مهمش مثلا شاخه های درخت هست. درخت میاد بالا دو تا شاخه اصلی میده هر کدومون شاخه ها شاخه های و وقتی تا حد برگ هم میرسید میبینید اون رگ برگ ها همینجوری دارن حالت شاخه شدن و برانچینگ پیدا میکنن. یا گل کلم این حالت رو داره. موجه های انسان این حالت رو داره. خط ساحلی اون خط کج موج ساحلی که از بالا فیلم میگیرن وقتی میرید پایینتر تا حد صخره تا حد چین و شکنج های صخره های ساحلی همون تر تکرار میشه و اینا بهش میگن فرکتال. بعد جالبه که در کاشیکاری ها، مزایکاری ها و آینکاری های شرقی در ساختمون های شرقی مثلا مسجد ها این طرح فرکتال ها رو میبینیم. کسانی که از مواد سایکیدلیک روانگردان استفاده میکنن در دوزهای بالا که توهم های بینایی ایجاد میشه فرکتال میبینن و مدام در این تصاویر فرو میرن و این تصاویر تکرار میشه. دیده شده که مشاهده فرکتال چه از نوع طبیعیش چه از نوع القا شدهش فشار خون رو کم میکنه و باعث تحریک پاراسمپاتیک میشه بنابراین این یه ایده دیگه است که ما میتونیم بر اساس این طراحی ساختمون انجام بدیم یا از ایده های کاربردی اش ببینید یکی از ویژگی های بیماری آلزایمر نسیان فراموشی و دمانس اینه که این افراد احساس دیس اورینتیشن گمگشتگی در مکان پیدا میکنن مثلا در مواقع خاصی یادشون میره که اتاقشون کدوم بوده یا سالن غذاخوری کجاست یکی از کاربردهای های اویدنس بیس دیزاین طراحی مبتنی بر شواهد اینه که خونه های سالمندان رو یا بیمارستان رو طوری طراحی کنن که افراد توش گم نشن و این حس دیس اورینتیشن رو پیدا نکنن در پایان این فیلم نکته مفید دیگه ای مطرح میشه میگه ببینید اشکالی نداره که علم یافته های ما رو ساپورت کنه این خیلی امیدوار کننده است و خیلی میتونه به ما جهت بده ولی نباید برای این که بخوایم ساختمون زیبا بسازیم منتظر نور ساینس باشیم قرن هاست که بشر ساختمون های زیبا ساخته تا رسیده به قرن 20 و ما شهرهایی رو داریم که ممکنه هزاران مایل سفر بکنیم ولی نفهمیم که الان تو کدوم شهر هستیم و هیچ فرقی با هم دیگه نداشته باشه و ما اگر برگردیم به هنر هنر جا افتاده و هنر اصیل به نظر میاد که همه ملت ها بلدن ساختمون خوشگل بسازن و ما نمیخوایم که به قول این فیلم دیزاین رو طراحی رو پرسکریپتیو کنیم یعنی نسخه ایش کنیم انگار داریم تبابت میکنیم و نسخه مینویسیم کافیه برگردیم به همون معماری اصیل و جا افتاده و اون یه ذره جدیتر بگیریم و از همین شواهدی که پیدا کردیم در نوروساینس بدونیم که حتی جزئیات تر و دقیقترش هم شواهدی داره که شاید ما هنوز متوجه نشده باشیم در پایان یه بار دیگه این فیلم یادآوری میکنه که برای زیبایی ساختمان سه المان خیلی مهم وجود داره یکی کوهرنس هست یعنی حس جمعیت میده حس گمگشتگی و پریشانی ایجاد نمیکنه به نظر میاد یک وحدتی درش وجود داره یکی حس فسینیشنه همون سنس آف آ حس خضوع و خشوع و احترام و حیبت و حیرت و یکی هم حس هومینس یعنی این حس که انگار در خونه هستی اینجا آشناس اینجا جای قریبه و جای تهدید کننده ای نیست این تنها مستندی بود که من دیدم و به همامیزی معماری و دانش اعصاب و نورساینس پرداخته به نظرم اومد که خیلی جای بیشتری داره ساختمونایی که در این فیلم نشون میده اویدنس هایی که نشون میده کافی نبود کم بود میشد این مستند رو خیلی خیلی جذابتر و زیباتر ساخت با اضافه کردن نمونه ها و طراحیهایی از ساختمون های زیبا و جذاب سراسر دنیا که از سلیقه های قومی و نژادی فراتر بره در مقابل مصاحبه های زیادی تو این فیلم بود و چیزی که جذابش میکرد بیش از همه ایدهای بود که درش مطرح کرده بود. ایده یه evidence-based design و رابطه عاشقانه معماری روانشناسی و علوم اعصاب از این که شنیدید، ما